صدها پلیس ملی از مرکز تربیوی زون شمال شرق بعد از سپر نمودن درس های مسلکی عقیدتی امروز فارغ شدند. مرکز تربیوی پلیس ملی زون شمال شرق که در ولایت کندز موقعیت دارد در چهارمین دور فراغت خیش با تعداد 478 تن پلیس ملی که از ولایت های کندز، تخار، بدخشان و بغلان در آن جلب و جذب شده بودند را بعد از سپر نمودن 6 هفته درس های مسلکی، نظامی و عقیدتی فارغ نموده و به جامعه تقدیم کردند. مولوی امین جان فتح‌الله قماندان عمومی مرکز تربیوی وزارت امور داخله در این مراسم گفت بعد از به قدرت رسیدن حکومت کنونی در کشور، مشکلات در اکادمی ها در حال مرفوع شدن است و نیروهای امنیتی آموزش های مسلکی را فرا می گیرند تا به گونه درست مصدر خدمت به مردم و جامعه شان گردند. نو هغه څه دوی ته ورښودل کېږي، ورزده کول کېږي چې هغه د ملت د سوکالي باعث وګرځي او ملت سره یو داسې تعامل او برخورد وکړي چې د ملت په دې باندې اعتماد پیدا شي او دوی خواهش له ملت شکه په اعتماد کې دي. الحمدلله شل کاله ملت شکه مطمئن و اوس هم د ملت په خدمت کې دي. کوشش د دې کوي ټول دمو کوشش په همدې باندې دی چې دوی ته داسې روزنه ورکړلی شي چې له ملت سره یې تعامل او برخورد یو انسانی و اسلامی و الحمدلله اسلامی مرد طول تمرکز بدی معنی که الحمدلله دیر سو پرمختک ساوید. وای به مردم وعده سپرد که برای آوردن امنیت کامل و فضای مسمون تلاش های شبانه روزی خیش را به خرج داده و به دیگران اجازه نمیدهند تا امنیت را اخلال کنند. از سوی دیگر قاری بختیار معاذ قماندان امنیه ولایت کندز پلیس را خادم مردم خوانده، از زحمات مسئولین و اساتید مرکز تربیوی قدردانی کرده، از نیروهای پلیس ملی فارغ شده خواست تا به دروس هایی که در این مرکز فرا گرفته را در عمل پیاده نموده، تجارب و اندوخته هایشان را در مصدر خدمت بیشتر برای مردم رنج دیده ولایت های خود به خرج دهند. سمکت پسونو تعداد باندې د څلورمه دورې د فراغت پولیس وروزل او یقینا مونږ دا تجربه ده د دریو دورو د فراغت چې خپل ولست او خپل ولایت ته دوی ډیر ښه خدمات وړاندې کړي دي او د منګه دغه هیله ده او دام امید ده او دام غوښتنه ده د دغه پولیسو مجاهدینو څخه چې څه دلته زده کړي وي په ښه طریقه باندې په احسنه طریقه باندې خپل ولس ته وړاندې کړي تر څو د منګه نظام او اداره لا ښه پرمختګ وکړي او ولس ته ښه خدمات وړاندې کړي. از سوی دیګر ملا عبدالستار طارق قماندان مرکز تربیوي پولیس ملي ولایت کندز میگوید برای چهارمین بار 478 تن بعد از فرا گرفتن تعلیمات عقیدتی و مسلکی از این مرکز فراغت حاصل نموده و از آنان خواست تا برای دین، مردم و وطنشان مصدر خدمت باشند. ما دولت مدامین نست دل تراغلی دی او سلور سوا و تا و کسانو سنان فارغ سو او خپل مسئولین و خپل ارگانو تو بیرتا دی خپل خدمت بکی انشالله. نو سنان آتاس خپلم را غری فراغت همیل دی انشالله مسلکی و عقیدتی زدکلی وکری ان شاء الله راتلونکي کې موږ داسې پلانونه لرو د کار ته ادامه ورکړو او دا پلانونه په مخه بوځو. احسان الله سرباز تازه فارغ شده میگوید که مدت 6 هفته در این مرکز بخش های تعلیم قدم، جمناستیک، حقوق بشر، تلاشی منازل و وسایل و غیره بخش ها را آموزش دیدند و همکنون آمده خدمت بهتر به مردمشان هستند. موږ چې د 15 سالې شوره دې دلته تعلیم کړی دی، الحمدلله ډیر نظامی زده کړې مو تر سره کړې دي، زده کړې مو دي الحمدلله او الحمدلله د مخکنی پر طالب باندې موږ ډیر پیشرفت کړی دی. ان شاء الله دغه سي تعلیم قدم، جملستي قدم، هم دغه سي زنجيري پولیس، هم دغه سي پیرا د تلاشی په باره کې موږ ته شو خوندور درسونه استادان را کړی دي. موږ سره په ډیر همت او میړانه باندې دلته گزاره کړې ده. الحمدلله موږ خپل دغه درسونه، دغه ټیکټکونه چې استادان موږ ته را شول، شپه ورځ مو کار کړی دي. موږ په 15 تر ورځې کې دوه مرزانونه الحمدلله چمتو او آماده کړی دي. گفتنی است که جمع نظام، حصول و حالت چک پوینت بخش عملیات های ویژه، تکنیک های جسمی و اجراهای حرکات نمایشی و رزمی و از جمله موضوعات دیگری هستند که در این مدت به این نیروها آموزش داده شده است. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.